دولت آمریکا میگوید که گزارش های محرمانه مربوط به نقش عربستان سعودی در حملات مرگبار 11 سپتامبر بازبینی می شود پس از آنکه خانواده های قربانیان آن رخ داد به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند که در صورت عدم صدور اجازه انتشار گزارش ها بهتر است در بیستمین مراسم یاد بوده قربانیان حمله حضور نیابد رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که دولتش خود را برای شفاف سازی بنابر قانون متعهد میداند حالا قرار است وزارت دادگستری آمریکا با سرعت در تصمیم عدم انتشار گزارش ها که در دولت های گذشته آمریکا گرفته شده بود بازنگری کند پیش از این هم خانواده های قربانیان حملات از سپتامبر در نامه‌ای به جو بایدن خواسته بودند گزارش های مربوط به نقش عربستان سعودی در این حملات را از حالت محرمانه خارج کند جنجالی 20 ساله در ایالات متحده باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا مصوبه کنگره را که به خانواده ها اجازه محاکمه عربستان سعودی را میداد وتو کرده بود اقدامی که با اعتراض سناتورهای وقت روبرو شد این خانواده ها دیگر نمی توانند ایزانشان را ببینند آنها حق دستیابی به دادگاهی عادلانه دارند ما امیدواریم بتوانیم از حق و تویی که رئیس جمهوری از آن استفاده کرد عبور کنیم دلایل زیادی وجود دارد که دولت سعودی یا دستکم برخی سازمانها و افراد مرتبط با این دولت در یکی از فجیعترین جرایم روی داده در ایالات متحده شرکت کردهاند در نظام ما حقیقت باید در دادگاه بررسی شود قانون ما زامن انصاف و عدالت است ما به دنبال پیشتاوری نیستیم محکمه می تواند به هر طرف فرصتی عادلانه دهد اگر دولت سعودی در حوادث 11 سپتامبر دست نداشت نباید نگران باشد مگر آنکه گناهکار باشد دولت عربستان سعودی هر گونه نقشی در حملات 11 سپتامبر را رد می کند اعتراض های ریاض به اقدام های کنگره آمریکا با واکنش برخی نمایندگان همراه شده است بسیار عجیب است که سعودی به این لایه اعتراض می کند. به نظرم آنها زیاد اعتراض می کنند. باید به هیئت منصفه این اجازه را داد که درباره آسیب ها و اقدام هایی که باید انجام داد نظر دهد. لایحه به خانواده های قربانیان فرصت دستیابی به دادگاه های عادلانه را می دهد. با عنوان یک ملت باید قربانیان تروریسم برایمان مهمتر باشند تا روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها حملات 11 سپتامبر 2001 با استفاده از هواپیما ربایی و کوبیدن هواپیماها به ساختمان دو مرکز تجارت جهانی در نیویورک که به کشته شدن حدود 3000 تن انجامید گروه القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت رویدادی که نقشه منطقه را تغییر داد و باعث آغاز دور جدیدی از جنگ و خشونت شد خشونت هایی که دو دهه بعد همچنان ادامه دارد ایلیا جزایری رادیو فردا